روحانی در هر جای دنیا که زندگی میکنین. امیدوارم که دلتون خوش باشه، شاد باشین، به زندگیشون در زندگی شما در آرامش خدا باشه هر جایی که زندگی میکنین، در ایران، در اروپا و در آمریکا. یه جا شب، یه جا روز، یه جا بعد ظهر، به هر حال امیدوارم که چایهاتون برا باشه، چون ما چای خوریم به خاطر هم میگیم چایهاتون برا باشه، نشسته باشین که سخنانی از کلام خدا بشنوین. بذار برنامه رو با دعای آغاز بکنم. خداوند شکرگزار سپاسگزارم برای این برنامه. خداوند که قدوس در دستای خودت بگی، راهنمای برنامه باشه خداوند، کنترل کننده برنامه باشه پدر جان. از تو می طلبم در نام عیسی مسیح قلب ها را آماده کنی خداوند، هر چی از کلام تو میشنون بر قلب هاشون بشینه خداوند و ثمره بیاره قدوس. ای روی پاک مسیح خداوندم از تو می طلبم، از تو می طلبم در نام پرجلال برنامه من تحت کنترل خودت نگه داره خداوند، و هر چی از زبانم بیرون میاد نام قدوس تو رو جلال بده. شکرت می کنم به نام عیسی مسیح، آمین. خواه عزیزان، امیدوارم که همه خوب باشین. برنامه دیگر اومده به کارگردانی آقای یاسر عزیز، امیدوارم که این برنامه مورد پسند شماها باشه. بذار شعر ما هم که هر هفته یک شعر میخونیم، یک شعر براتون بخونیم، بعد از اون بیایم به صحبتهای ما برسیم. این شعر رو من ساعت 11:45 شب گفتم، چون اونجا نوشتم، تو ماشین بودم فکر کنم، همینجوری اینو نوشتم. میگه در زندگیم فقط نام توست عیسی، در حیاتم فقط نام توست عیسی، در نام توست که پیروزی دارم، در نام توست که مهرورزی دارم، در نام توست حیات با شکوه دارم، در نام توست آرزوی زنده بودن دارم، در نام توست حیات جاودان دارم و در نام توست بهشت با صفا دارم، در نام عیسی هر گره ای باز شود، در نام عیسی هر ناتوان توانا گردد، در نام عیسی هر دعا عمل شود، در نام عیسی هر مرض شفا یابد، در نام عیسی مرده ها حیات یابند، در نام عیسی است که دل ها قوت یابند. بخوان نام عیسی را که حیات جاودان یابی، بخوان نام عیسی را که از هر درد شفا یابی، به نام عیسی بگو هللویا، به نام عیسی بگو هللویا. مرسی که شنیدین، امیدوارم خوشتون اومده باشه. هر چی خداوند به ما میده، درسته شاید پروفشنال نباشه، ولی خب هر چی به قلب ما خداوند میده ما میمیسیم روی دفتر. خب بریم ببینیم که قبل از که درس شروع بکنیم، بذار یه ذره به این دولت مردان ایران گیر بدیم. البته ما سیاسی نیستیم، هر چی هم که میگیم خدایش به خاطر، فقط به خاطر اینکه دل ما برای ایران و ایرانی میسوزه. دل ما میخواد که ایران ما سربلند باشه، دل ما میخواد که ایرانی سربلند باشه، دل ما میخواد که تمام این صحبتهایی که روی این تلویزیون ها میکنیم، دل ما میخواد که مردم ایران ما با آرامش زندگی بکنن. حقیقتا در این تلاطم زندگی، در این روزهای سخت، دوست داریم که ملت ما بهترین زندگی رو داشته باشن. هرچی هم در این 40 سال اینا زندگی رو بر مردم زهر کردن، اینا زندگی رو بر مردم سخت کردن، هرچی دار ندار ایران بود دزدیدن، هرچی داشتیم دادن به غریبها، حتی از خاک وطن ما نگذاشتن، خاک وطن ما فروختن، آب وطن فروختن. فقط اینا هوا رو نمیتونن بفروشن، اگه دستشون میرسید هوای ایران هم میفروختن. به هر حال هر چیزی که در دستشون میاد میخوام بفروشم، به پول تبدیل بکنم، به پول بدزدن، ببرم با خودشون به گور. من فکر میکنم دیگه یک انسان تا حدی پول میتونه داشته باشه که بتونه ازش استفاده بکنه، وقتی از اون حدش میگذره چی میخواد بکنه؟ آقای پسر خامنه‌ای میگن 140,000 میلیارد دزدی کرده.
140,000 میلیارد حرفی داریم حرف میزنیم یا بخوایم بشمرین، شاید بگم یک ماه دو ماه طول میگیشه تا این پولا رو بشموری. این همه اینا دزدی کردن. الان هم خود خامنه‌ای هم هیچ کاره است، هرچی از اون پسرش مشتبه است که دستورات میده. سران میبینین، سران سپاه که اینا رو تروریست خوانده آمریکا، تمام ملت‌های دنیا هم گفتن باشه تمور تایید زدن، هر کدومش میان یه چیزی میگم. دیروز یه دونه از این مقام‌های سپاه فرمانده بود فکر کنم، اسمش یادم نیست، به اسرائیل داشت میتاق میگفت که ما اسرائیل با نابود بکنیم. در این اوضاع خرابی که برای کشور ایران است میگفت که ما باعثی اسرائیل نابود بکنیم، محو بکنیم، از با آمریکا مشتی بر دهان آمریکا خواهیم زد که دیگه آمریکا بلند نشه. فقط ما دشمن تراشی میکنیم با این حرفای خودمون. صبح تا شب فقط بلدیم که به مردم دنیا فوش بدیم، به ما همسایگان ما رو گیر بدیم، پولای تمام ایرانی ها رو برداریم ببریم تو سوریه، هم جون مردم بدیم هم پول مردم بدیم، تو لبنان ببریم برای عربا خرج بکنیم، نمیدونم توی سوریه توی فلسطین بریم برای اونا خونه درست بکنیم. هم غم تمام این دولت شده که همسایه من عراق یا نمیدونم سوریه، فلسطین، لبنان، یمن وضعشون خرابه، من بایستی به اونا کمک بکنم، من بایستی برای اونا خونه درست بکنم. در صورتی که ما زلزله زده داریم یک سال خورده، این نزدیک دو سال تو زلزله تمام خونه و زندگیشون از دست دادن، تو این سیلاب اخیر همه تو آب دارن زندگی میکنن، حتی اینا نتونستن این همه خرابی که خودشون باعث شدن که تمام این آبروها به رای بیاد که اینا خودشون این کارا رو کردن، یعنی سدسازی های علکی، نمیدونم راه ها رو منعرف کردن، جنگل و همه رو درختاشو زدن، همه این کار رو خودشون کردن، یک قدم حاضر نیستن برای مردم بردارن. دولت های اروپایی، ترکیه، این اون کمک کردن، چادر دادن، شما میبینی هلال احمر دادن، هر کشوری هلال احمری داره که میتونه در این مواقع به ملت خودش که کمک میگیره کمک برسونه به ملت، ولی اینا که نمیرسونه هیچی، از اون جنس هایم که دولت های دیگه میدن میدوزدن میبرن توی بازار آزاد میفروشن و پولشو میذارن توی جیبشون. یعنی سیرایی ندارن اینا از دزدیدن، از نمیدونم کجا باید این پولا رو ببرن. باور بکن تمام دنیا، این میگم بیلگیت مثلا ثروتمندترینه که الان نیست دیگه، الان آمازون و نمیدونم اپل و اینا ثروتمندتره، ولی خب این همه پول اینا بالاخره کمکی میکنن، بعضی هم اینا دارن جنس میفروشن، کاسب بازارن، بیزنسمنن، دارن جنس میفروشن. آخونده چی دارن میفروشن؟ به جز یک سری دروغ به مردم دارن میفروشن. از 40 سال به این بر فقط دارن دروغ میگن و این دروغ به ملت ایران دارن میفروشن. ملت ایران، شما باید به هوش باشین، باهوش باشین، شما باید الان دیگه از خواب غفلت بیدار شده باشین که یک قدم تا پیروزی رو میلیون ها آدم بیاین تا کار اینا تمومه. باور بکن کار یک هفته دو هفته میلیون ها آدم بیاد بیرون، باور بکنی اینا هیچ کاری نمیکنن. هشت شعبی رو آوردن، نمیدونم فاطمیون رو آوردن، این آوردن، اون غریبه ها رو آوردن که شما رو سرکوب بکنن. شنیدم که همین هشت شعبی در کردستان که سیل زده بود، در مناطقی سیل زده، به زن پولای دلار دارن که خودش اونم پول حقوقی است که دولت ایران به اینا میده. مردم بدبخت بیچاره ای که هستن اون بر نون ندارن بخورن، تو این سیل همه چیشون از دست دادن، به زنا تجاوز میکنن، نمیدونم پول دلار میدن به اینا، مثلا بعضی ها گول میزنن زنا رو میبرن برای، اصلا یه کارای عجیب غریب. یعنی این دولت اجنبی اومده فقط خرابی به بار بذاره.
چهل سال که الان شد، باور بگون چهل سال دیگه بمونن ایران با بودن اینا تیک پاره میشه، با بودن اینا بدبخت و بیچاره میشه ایران. شما فکر میکنین که اگه این دولت ایران بره نمیدونم همه چی از بین میره، میشه سوریه میشه؟ نه، اینا بمونن سوریه میشه، باور بکنی اینا بمونن سوریه میشه. بعدا ملت هم خرابی باعثی کشورش خراب ببینه، هم رای جز رای فرار چیز دیگه نداره، باید فرار بکنه بره. الان شما نگاه بکنین اینا، باور بکن همون سپاه بسیجی که پول میدن، پول اونا هم ندارن. تازه اونا چقدر میگیرن؟ اونا هم مثلا 2 میلیون 3 میلیون میگیرن، 4 میلیون میگیرن، نمیدونم چقدر میگیرن، ولی همین 4 میلیون 3 میلیون هم هیچی نیست. با این گرونی اجناس با این 3-4 میلیون هم هیچ کاری نمیتونن بکنن، چون خودشون میگن 4 میلیون کسی داشته باشه زیر فقره، 4 میلیون داشته باشه زیر فقره. زمان شاه اگه نفر 1 میلیون داشت میگفتن این آدم میلیونیره، الان شده میلیون، اصلا شده هیچی. پول ایران شده کاغذ پاره، 1 دلار 14000 خورده ای. ما ملت ایران هر چیزی بر سر ما میاد چون بی تفاوتیم، اینا از بی تفاوتی ما استفاده میکنن، هر کاری دلشون بخوان با ما میکنن. وقتی دزدی میکنن فرار میکنن میرن، ما چی میگیم؟ مثلا آه فلان کس دزدید و رفت کانادا، پولا رو برد، رفت انگلیس، رفت فلان جا، تموم شد. اینا اومدن نمیدونم ما رو کشتن، میگیم آره بابا حرف نزنیم، میکشن اینا. اینا اومدن تمام مردم رو بیکار کردن، آره ولش کن، همش فقط ولش کن. و ببین ما که ولش کنیم مملکت مال ملت ایرانه، اگه ما ولش کنیم خب اینا میگیرن دیگه. این یادم یاد زمان اول انقلاب تمام این باسوادا همه پشت میز نشسته بودن، کارمند بودن، اینا یکی یکی خالی کردن، جاشونو خالی کردن، دادن به همین آدم های بیسواد. مملکت به این روز افتاد که الان سخنگوی جمهوری اسلامی که مثلا خیلی خوبه داره صحبت میکنه، آقای یا احمدی نژاد یا اون مرده، اون مرده کیه که الان میاد همه جا مصاحبه میکنه، استاد دانشگاه هم هست، اون شده اپوزیسیون ایران، فقط میگه مخالفت میزنه ولی میگه که دولت ایران همینجوری باش. احمدی نژاد مثلا میاد میگه که آقای روحانی تو بایسی بیزاری حکومت بیزاری بری، چون برای اینکه لایق نیستی حکومت داشته باشی، در حکومت شما دزدی داره میشه، نمیدونم مردم بیکار شدن، پول مردم خوردن. در زمان احمدی نژاد، مگه همین احمدی نژاد نبود 800 میلیارد دلار رو دزدیدن؟ کدومشون سالمن؟ یک کدوم از این مسئولین بگین که سالم هم اونا بیان کار بکنن، همه شون دزدن. از حکومت، از تو مجلس، سران مجلس بگیری دزدن، در دادگاه ها دزدن. اصلا تنها چیزی که براشون مهم نیست عدله، اصلا نمیدونن عدل چیه. تو یک دونه از این اینستاگرام بود فکر کنم، یه نفر نوشته بود که در اسلام، در قرآن نوشته اگه شما یه نفر ببخشید 700 بار بخشیده میشید. در اسلام نمیشه بخشیده میشید، در اسلام نوشته دست مقابل دست. نوشته اگه یه نفر دست یه نفر نمیدونم
شکست تو دست اونو بشکنی، اگه دست یه نفر قد شد تو دست اونو قد بکنی، اگه چشم اون کور شد تو باید کور بکنی، اگه دزدی کردی باید دستت قد بشه. بخششی در اسلام نیست. وقتی در سوره 71 مریم محمد میگه همه میریم به جهنم، هیچ بخششی وجود نداره. ما فقط نشستیم قرآن هم تازه نمیخونیم. اگه قرآن بخونیم متوجه میشیم که دینی که داریم فالو میکنیم، دنبالش میکنیم چی دینیه. هر کدوم ما بایستی بخونیم. اگه نخونیم فقط بیزاریم رو تاقچه، هر سال یک دونه گردگیری بکنیم، دوباره یه بوس بکنیم بیزاریم اونجا، میشه مقدساتی میشن که همه ناپایدار، مقدساتی که اصلا هیچ دوزار نمیارزه. وقتی در محتوایش نمیخونم توش چی نوشته، هیچ ارزشی برای من نداره. همین دین اسلامه که تعالی پدر تمام دنیا در آورده. در این عید پاک اون هفته یه شنبه در سریلانکا تا الان 400 نفر آدم مردن. شما کجا میبینین که هر جا بوم میذارن بگن غیر اسلامی هن؟ همه اسلامی هن. همه هم از آیات و قرآن استفاده میکنن، ترور میکنن. کارشون نابودیه. اگه دین خدا باشه، دین خدا نابودی نیست، چون خدا انسانها رو که آفریده دوست داره. دوست داره که انسانها واقعا زندگی خوبی داشته باشن و انسانها در راه درست حرکت بکنن. نه از اونجا آیه بده به پیغمبرش که آقا همه رو بکشین، از 6 ساله تجاوز بکنین تا هرچی دلتون میخواد. خدا همچین پیامی نمیده. روزایی هست که روزای سختی در ایرانه، واقعا روزای سختیه و سختی بعد از این بیشتر هم خواهد شد. چقدر بلایا در ایران داره میاد، همه جا بلایا داره میاد، سیل و طوفان و فلان چیز همه جا داره میاد، ولی در مملکت ما همه بلایا با هم داره میاد. هر چیزی بگین، از این حکومت بگیرین تا سیل و طوفان و زلزله و خرابی و تصادف و بدبختی و بیچارگی، یعنی همه، هیچ جا نیست که همه چی با هم بیاد. عیسی مسیح اون موقع گفته بود که در سالهای آخر مردم با هم می جنگن، خرابی ها ببار میاد، نمیدونم نابودی ها میشه. همین روزها رو می گفت عیسی مسیح. ما به روزهای آخر نزدیک شدیم. حالا کی تموم میشه من نمیدونم، خدا میدونه کی تموم میشه، ولی عیسی مسیح میگفت که شما خبرها رو از اون ور دنیا هست به زودی مثلا زود میشنوید، خبرهای جنگ و خبرهای بدبختی و بیچارگی و همه چی در زمانهای آخر میشنوید. چجوری میگفت؟ عیسی مسیح میدونست که ماواره میاد، میدونست که تلویزیون میاد، تکنولوژی غبی میاد که مردم خبرها رو خیلی سریع میشنون. بعد میگفت که انجیل به همه گوش همه میرسه، اون موقع زمان با آخر میرسه. چجوری میرسه؟ همین جوری که الان از دوربین داریم صحبت میکنیم، از دوربین های دیگر، از ماواره، از تلویزیون های دیگه دارن صحبت میکنن، این به گوش تمام مردم دنیا میرسه. اون موقع میگن زمان آخره. شما نگاه بکنیم وقتا الان به حدی سریع میگذره که شما متوجه نمیشین. روز میره، هفته میاد، ماه میره، سال میاد، همه همینجوری سریع دارن میرن. هر کدوم از مردم بپرسی میگن واه چرا اینقدر سریع رفت؟ مثلا من الان 50 سال سن دارم، اوی که میگه ای من الان 60 سال دارم، اوی که میگه 40 سال دارم، چقدر سریع رفت. هیچ کس متوجه وقت نمیشه. زمان ها اینقدر سری داره میده. ما ملت اگه بهوش نباشیم، باور بکنیم که روزهای بدتر از این خواهد آمد. روزی باشه الان ببین نفت دیگه اصلا نفت کردن زیرو دیگه، از دوم می دیگه نمیذارن هیچ کس نفت ایران بخره.
الان یه ذره بنزین اینجا بالا رفت، نفت بالا رفت، ولی قراره که عربستان و امارات این خلایی که اونا صادر میکنن پر بکنه و به زودی پر میکنن. کسی کم بوده نفت نداره. ما درآمد ما از کجاست؟ درآمد کشور ما فقط نفته. این نفت هم اگه بگیرن یعنی دیگه هیچ درآمدی نداریم. تمام منابع طبیعی ما رو که از بین بردن، تمام نمیدونم معادن از بین بردن، همه چی رو از بین بردن، فقط متکی به نفتیم. نفتم دیگه زیرو دارن میکنن. از دوم می دیگه یک لیت نفتم نمیتونه بفروشه. میخواد دور بزنه، نمیدونم میخواد نمیدونم فلان کار بکنه. هیچ کشوری حاضر نیست این ریسک بکنه که نفت ایران بخره که از معامله با آمریکا رد بشه یا جریمه بشه. 100% هم جریمه های اینقدر جریمه هاش سنگینه که هیچ کس حاضر نیست این ریسک بکنه. آقای یاسر بریم گوش بدیم یه دونه سرود. به هر حال تا یک سرود گوش بدیم یاسر جان، ما یک سرود ما رو بیزاره برای ما، من برم درس رو شروع بکنم که از بعد از درس شروع بکنیم که از کلام خدا بشنویم و کلام خدا که زندگی های ما رو عوض میکنه. کلام خداست، اگه کلام واقعی خدا باشه بایستی زندگی ها رو عوض بکنه. اگه کلام خدا نباشه زندگی رو عوض نمیکنه. مثل دینای کذایی که همه از کشتار و از همه چیز صحبت میکنن بجز محبت، چون دین خدا نیست. دین خدا اینه که آرامش به زندگی بیاره. دین خدا اینه که وقتی میخونی میبینی که گفتار خداست، میبینی که چون تغییراتی که در زندگی انجام میشه میفهمی که اینا گفتار خداست. خدا نمیاد اونجا بشینه برای مردم دنیا بگه آقا دستور بده که آقا همه رو قتل بکنین، همه رو بکشین، اگه کسی عقیده شما رو قبول نداشته باشه بایستی بمیره. نه، در رژیم آیندم که بیاد، رژیم خوب بیاد، همه ادیان میتونن با آزادی برای خودشون فعالیت بکنن. اینی اینجا الان آمریکا چجوریه؟ کشور وقتی آزاد باشه همه میتونه هر دینی برای خودشون میتونه آزادانه دین خودش داشته باشه. هیچ کس زوری در کار نیست. الان که اسلام همه رو میگه زوری زوری، فقط میگه من، یعنی کسی که اسلامو، به خصوص ما که الان از اسلام برگشتیم اومدیم دین عیسی مسیح انتخاب کردیم، هرچی هم دین نیست رای خداست، حقیقت انتخاب کردیم، میگن شما کافرین، شما باید بمیرین. یعنی اینا هیچ گونه حاضر نیستن که مردم یک عقیده دیگه داشته باشن، یه فکرشون بغیر از فکر اینا باشه. من امروز میخوام از عبرانیان 10 براتون بخونم. میگه خون مسیح پاک کننده گناه است. واقعا عیسی مسیح اومد که تمام گناه دنیا رو، مال بشر رو پاک کنه و ما رو با آزادی که میخوایم برسونه، یعنی دیگه از قید شریعت و اینا آزاد بشیم. میخوایم الان کلام خدا رو براتون بخونیم. از عبرانیان 10 میگه که خون مسیح پاک کننده گناهان ماست. واقعا عیسی مسیح، به خصوص اون هفتم که عید پاک بود، روز قیام بود که عیسی مسیح جمعه صلیب میشه، شنبه هم توی قبره، ولی تو قبرم بود، باز رفته بود تو عالم مردگان، با اونام بشارت بده که اونا نگن که ما نشنیدیم. بعد سه شنبه قیام میکنه، روز قیام عیسی مسیح، روز نجات تمام ملتهای دنیاست اگه هر که به خون عیسی مسیح ایمان بیاره. عیسی مسیح اومد یک بار برای همیشه قربانی شد تا من و تو دیگه به قربانی های دیگر احتیاج نداشته باشیم. الان با هم
عبرانیان در رو میخونیم تا ببینیم کلام خدا به ما چی میگه. میگه شریعت و تشریفات مذهبی فقط نمونه نارساست از برکاتی که بنا بود مسیح برای ما به ارمغان بیاورد. مطابق این شریعت هر ساله حیوانی قربانی می شود، اما این قربانی به هیچ وجه قادر نیست آنانی را که پایبند احکام شریعت هستند رستگار سازد. زیرا اگر قدرت چنین کاری را داشت، یک قربانی کافی بود تا نذر کننده یک بار برای همیشه پاک شود و دیگر احساس تقصیر و گناه نکند. میگه که اگه قرار ما هر سال قربانی بکنیم برای گناهان ما، یا هر وقتی گناه میکنیم از نظر شریعت باید بریم قربانی، یک حیوان قربانی بکنیم تا گناه ما پاک بشه، اگه میگه گناه ما پاک میشد دیگه احتیاج نداشت که هی بریم حیوان قربانی بکنیم. یک بار قربانی میکردیم میگفتیم گناه ما رو خونش ریختیم و گناه ما پاک شد. بس از نظر شریعت خون حیوانات گناه ما رو پاک نمیکنن. ما در مذهب یهود، در مذهب اسلام این بوده که قربانی میکردن، حیوانی را قربانی میکنن که گناهانشون پاک بشه. هر سال این قربانی رو میکنن به خاطر که گناهشون پاک میشه. بینه پاک نمیشه چون شریعت ما رو به خدا نمیرسونه، چون سخته. وقتی تو شریعت میفتی اینه که تو دست اندازه، هی این دست اندازه ول میکنی دست اندازه دیگه میاد. شریعت اینه که ما رو، چشمای ما رو باز میکنه که گناهای خودمون رو بشناسیم، ولی پاک کننده گناهان ما نیست. ما رو به اون رتبه ای که میخواد برسونه نمیتونه برسونه. میگه در حالی که میبینیم این قربانی ها همه ساله به جای آنکه وجدان مردم را آسوده کند، خاطره تلخ نافرمانی ها و گناهانشان را به یادشون میآورند. میگه نه اینکه این قربانی ما را شاد نمیکنه، نه اینکه آرامش به ما نمیاره چی، بلکه ما رو یاد میاره که چقدر گناهکاریم و هی برای این گناهان ما غمگینیم، هی ناراحتیم، میگیم وای گناه کردیم الان باید بریم دوباره قربانی بکنیم، قربانی میکنیم باز ناراحتیم. پس این قربانی ها ما رو از گناه پاک نمیکنه، ما رو اون آرامشی که میخوایم به ما نمیده. ما قربانی میکنیم به خاطر که آرامش خدا رو داشته باشیم، برای اینکه بتونیم با خدا راحت زندگی بکنیم. وقتی قربانی میکنیم میبینیم باز همون غم و همون غصه و همون گناه روی ما هست، ارزش نداره. بس زیرا مال از خون گاوها و بزها واقعا لکه‌های گناه را پاک سازد. ما یک قربانی میخوایم که برای همیشه باشه، یک بار و برای همیشه تا گناهان ما رو پاک کنه، ما طبق اون بریم جلو. بلا از قدرت من انسان بیرونه که من با قدرت خودم بتونم گناه رو مثلا پاک کنم یا گناه نکنم. وقتی شریعت به خصوص تو اسلام شریعت یاد میده که شما دروغ مصلحت آمیز میتونیم بگین، نمیدونم هر جا که به نفعتونه صحبت بکنین و هر جا به نفعتونی صحبت نکنین. وقتی اینجوری با آدم یاد میدن هیچ وقت تو نمیتونی از گناه بیای بیرون، هیچ وقت نمیتونی آن کسی که میخوای باشی باشی. به همین جهت بود که وقتی مسیح به این جهان می آمد گفت ای خدا، خون گاو و بز نمیتواند تو را خوشنود سازد تا گناه انسان را ببخشی، پس این بدن را برای من مهیا ساختی تا همچون قربانی بر قربانگاه یه تو فدا کنم. عیسی مسیح اومد در جسم، به جسم خودشو قربانی کرد، روی صلیب رفت خونشو ریخت تا هم خدا خوشنود بشه از این قربانی،
همین که مردم دنیا پاک بشن، چون هر کس به خون عیسی مسیح ایمان بیاورد میتواند از گناه رهایی پیدا کنه. هر کسی، فقط ایمان به خون عیسی مسیح باید بیاری. از قربانی کردن حیوانات راضی نبودی، یعنی آن حیواناتی که برای کفاره گناه در حضور ذبح میکردن، ذبح میکردن و میسوزاندن. پس گفتم این که آمدم تا اراده تو را به جای آورم، آمدم تا مطابق پیشگویی کتاب آسمانی جان خود را فدا سازم. در عهد عتیق چند جا آمده، در اشیا آمده، در داوود نبی در مزامیر گفته که خداوند من می آید به برای گناه بشر به قربانی می شود. عیسی مسیح پیشگویی هایی که در عهد عتیق نبی هایی که پیشگویی کردن اونو داره اعلام میکنه که پیشگویی کردن در عهد عتیق که باید من بیام فدا بشم تا گناه های مردم را بشورم. بعد از آنکه مسیح فرمود که خدا از قربانی های گوناگون و هدایایی که طبق شریعت و روش قدیم تقدیم می شود راضی نیست، چنین گفت اینک آمدم تا جان خود را فدا سازم. عیسی مسیح اومد گفت که من اومدم که به شما خدمت بکنم، من اومدم که جان خودم رو برای شما بدم تا شما از قید و بند شریعت و از گناه آزاد بشین. اینقدر برای ما ساده کردی عیسی خداوند که اومد جان خودش روی صلیب داد، خونش ریخ که من و تو فقط یک ایمان لازمه، به خون عیسی مسیح ایمان بیاریم از گناهان پاک بشیم. ولی نه اینکه به عیسی مسیح ایمان بیارم و از گناه پاک بشم ولی دوباره برم همون گناه ها رو دوباره بکنم. خداوند میگه که اگه گناهی از تو سرزد بعد از که ایمان آوردی، گناهی ناخواسته از تو سرزد، میتونی شب دعا بکنی، با خدا راز نیاز بکنی، خدای من امروز این حرف زدم گناه بود، این دروغ گفتم گناه بود، خدای من ببخش، ناخواسته. ولی نه اینکه تو بدونی گناهایی که حقیقتاً محکومیت به بار میاره همون گناه را عمدن انجام بدی. خداوند اون گناه عمدی رو نمیبخشه، چون تو میدونی گناه و میری انجام میدی. به خاطر همون بعض موقع در کلام خدا گفته که خیلی ها به من ایمان میارن ولی اینقدر در گرفتاری های روزگار، اینقدر اینور اونور بهش حمله میاره که میتونه راحت نجات خودش از دست بده. وقتی من در راه خدا قدم نزنم نجات خودم هم از دست میدم. فقط این نیست که من غسل تعمید بگیرم، مسیحی بشم، ایمان بیارم به عیسی مسیح، بعد برم هر کاری دلم میخواد بکنم. این نیست. باید زندگیم عوض بشه، باید طبق کلام خدا زندگیم طوری بشه که خدا ببینی که تو زندگیت عوض شده، خودت متوجه بشی که زندگیت عوض شده، اطرافیان تو متوجه بشن که تو زندگیت عوض شده. اینی میگن کلام خدا و بخشش رایگانه که فیض خداوند باشه عیسی مسیح. ما به قدرت خودمون، به شریعت خودمون نمیدونم بیبدر کن نماز بخونیم، نمیدونم بریم دور یک بوت هی بگردیم بگیم خانه خداست، یا بریم زیارتگاهی که همه بوتن بگیم خدای ما رو ببخش. یک آدم مرده ما میریم پیش مثلا امام رضا یا حسین، علی، نقی، تقی، هر کس، میریم سر قبرشون از یک آدم مرده. چجوری از یک آدم مرده انتظار داری که گناهات ببخشه؟ عیسی مسیح روی صلیب اومد خونش ریخت و قیام کرد از مردگان. اگه عیسی مسیح هم میمرد میرفت اصلا ارزشی نداشت که مثل پیغمبرهای دیگر بود میومد مرده بود میگفت برای مردم مردم ولی مرد رفت. نه،
عیسی مسیح قیام کرد از مردگان و زنده است. چون عیسی مسیح زنده است ما ایمان داریم که نجات یافتیم. صلیب عیسی اینی که مهر تأیید بزنه بر نجات من. اگه صلیب عیسی نبود هیچ معنی نداشت مسیحیت. اگه مثل پیغمبرهای دیگه میومد حرفای خوب میزد میرفت، میشد اینی همون شریعت، هیچ فرقی نمیکنه. ولی عیسی مسیح اومد روی صلیب و صلیب شد، خونش ریخت، مرد روی صلیب، در قبر گذاشتم، ولی بعد از 3 روز قیام کرد که همون عید پاک بود اون هفته. به این ترتیب روش سابق را لغو میکنه تا روش جدیدی بنیاد نهد. یعنی هرچی شریعت خداوند لغو میکنه از بین برد تا ما با این کاری که عیسی مسیح کرده نجات پیدا بکنیم. هر کسی ایمان بیاره. میگه عیسی در یوحنا 3:16 میگه هر کسی به عیسی مسیح ایمان آورده، میگه خدا اینقدر انسانها رو دوست داشت، جهانیان رو اینقدر دوست داشت که یگانه فرزند خود را فرستاد تا هر کس به او ایمان آورد نجات پیدا کند. دیگه شریعت نمیتونه ما رو نجات بده. شریعت نمیتونه تو قید بند باشیم. شریعت اینه که ببینین الان مثلا شما ببین همین یک دونه زنا کردن یا صیغه کردن میشه زنا. منتها قرآن اومده میگه 3 کلمه میخونه میگه که من نمیدونم صیغه کردیم. صیغه اصلا معنی نداره. شما صیغه دو کلام بخونین، ما صیغه محرمیت خوندیم، نمیدونم میتونیم الان با هم بخوابیم، این میشه زنا. خیلی ها الان بدون ازدواج با هم زندگی میکنن، این میشه زنا. خیلی ها خوششون نمیاد از این حرف. میگه در عصر جدید 21 هستیم بابا، الان این حرف ها چیه داری میزنی؟ من بایستی اون طرف رو بشناسم، 2 سال باهاش هم زندگی بکنم، همخوابی هم بکنم باهاش، بعدش هم اون موقع بگم آه نه اخلاقم به این نمیخوره برو. این زناست عزیزم. تو اگه میخوای بشناسیش 6 ماه 1 سال با همدیگه میریم بیرون، این بار اون بار صحبت میکنین، اخلاق همدیگه رو میفهمین. حتما نبایستی با هم بخوابین تا اخلاق همدیگه رو بفهمین. اینو اسلام آورده که میگه که آقا صیغه بکن که مثلا گناه نیست، در صورتی که صیغه خودش یه زنای قانونیه که برای شما آوردن. طبق این روش و تر جدید مسیح یک بار جان خود را فدا کرد تا ما را ببخشد و پاک نماید. مطابق شریعت و روش سابق گناهان هر روز در مقابل قربانگاه می ایستادن. کاهنان هر روز در مقابل قربانگاه می ایستادن و قربانی ها تقدیم می کردن و هرگز نمی توانند گناهان را برطرف نمایند. شما هر روز باید برین قربانگاه قربانی بسوزونیم بگین که گناه من پاک بشه. مثلا الان دیدی ما داریم مثلا یه گناه میکنه، یه دور خروسی میگیرن سرشی میبرن بیا گناه کردی بیزه این گناه پاک بشه. ما یک نفر احتیاج داشتیم که جان خودش بیزاره پاک باشه، هیچ گناهی از این سر نزنه. عیسی مسیح در جسم روی خدا بود که در جسم انسان ظاهر شد که تا من تو رو آزاد کنه، تا من تو رو از گناه پاک کنه. به خاطر هم میگم خدایی در جسم، چون جسم عیسی انسان بود ولی روی خدا داشت که در جسم اومد. جسمی اومد که نه گناه کرد، چون روی خدا بود نه گناه کرد، به چون گناه نکرد بره پاک بود میتونست قربانی بشر بشه.
و برای گناهان بشر میتونست خونش بریزه، چون هیچ گناهی از این سر نزد و از عیسی مسیح سر نزد. اما مسیح خود را فقط یک بار به عنوان قربانی به خدا تقدیم کرد، نه هر روزه، هر سال، هر ماه، یک بار، تا گناهان را بیامرزد و پس از آن در بالاترین مقام عزت افتخار به دست راست خدا نشسته است. عیسی مسیح گفت من میروم، به شاگردانش میگفت موقع من میرم تا پیش پدرم برای شما جا درست بکنم که شما اومدین بیاین پیش من. خیلی ها در این قرن 21 در عصر تکنولوژی، علمشون وقتی بالا میره دیگه قبول ندارن که نمیدونم عیسی مسیح اومده، خونش ریخته، اینا میگه اما حرف بابا این حرفا چیه؟ در صورتی که شما همین حالا به نام عیسی مسیح وقتی ایمان میارین، دعا میکنین، مشکلاتتون باز میشه، آرامش خدا رو میگیرین، یعنی تحولی در زندگی ایجاد میشه. وقتی تحول در زندگی ایجاد میشه میفهمی که این عیسی مسیح مثل پیامبرای دیگه نیست، این خدای جس پوشیده است. برای خیلی ها سخت هضم میکنن همچی چیزی، ولی چون مریم باکره بوده و روی خداوند به رحمش دمید به عیسی مسیح به دنیا آمد، چون پدر جسمانی نداشت، به خاطر همون میگن پسر خدا، لقبش ایس پسر خداست، چون پدر جسمانی نداشت، به خاطر همون میگن عیسی مسیح پسر خداوند خداست، که ما بهتر درک بکنیم. بلا خدا نه ازدواج کرد، نمیدونم پسر بچه داره، بچه دار شد، نه هیچ، نه خداوند شما هر جا میبینیم میگه برای ما، همش جمع میبنده. چیه جمعش؟ اینه که پدر، پسر، روح القدس، هر ستا یکی هن، مثل تخم مرغ، پوسته، سفیده، زرده، همه با هم یک تخم مرغ هن، ولی در ستا چیز به شما نشون میده، سفیده نشون میده، پوستش زرده. اینجوری شاید از روی زمینی بیتر متوجه بشیم که خدا، اگه ما میخوایم با خدا ملاقات بکنیم بایستی عیسی مسیح رو ببینیم با خدا ملاقات بکنیم. چرا؟ چون خدا به حدی نور، به حدی زیاده که ما ببینیم خدا رو میمیریم، نمیتونیم، همچنین که به خورشید نمیتونیم نگاه بکنیم، خدا 100,000 برابر بالاتر از خورشیده، نمیتونیم، به خاطر همون میمیریم. به خاطر همون عیسی مسیح بر جسم میاد، به تو ظاهر میشه، با تو صحبت میکنه، چون روی خداست، میاد با تو صحبت میکنه. امروز هموطن من، به عیسی مسیح ایمان بیار تا خون تو، تا خون، جسم، روان تو همچنین که پاک میشه، همچنین آزاد میشه، چون حقیقت در نام عیسی مسیح است. چون عیسی مسیح فرموده من راه و راستی و حیات هستم، هم راست، هم راستی است، هم حیات زندگیه. امروز اگر به عیسی مسیح ایمان بیاری از این قید بند شریعت هم بیرون میای. تمام اینو خوندیم، اینه که خون عیسی مسیح پاک کننده گناهان بشره، از شریعت هم بیرون میایم، نمیریم دیگه به بت ها التماس بکنیم که ما رو شفا بدیم، نمیریم در امامزاده ها که ببین چقدر دکون بازار باز کردن، جماران باز کردن، میگن میدی توی جمارانه، بعدن میگن که آقا شما عربی بنویسین چون میدی نمیدونه فارسی بخونه،
شما عربی بمیسین بیندازین تو. یعنی با غالتاگیری و دینی است که با غالتاگیری و با گول زدن افراد، با فکر مردم بازی کردن میخواد شما رو به جلو ببره. از این رو میفهمی که اسلام دین بخشش نیست، اسلام دین حقیقی خدا نیست. دین حقیقی خدا اگه بخونین متوجه میشین، چون نمیخونین به خاطر همون متوجه هم نمیشین. اگه قرآن به فارسی بخونین میفهمین. بعد برین تو سایدای مسیحی کلیک بکنین، انجیل براتون بیرون میاد، میتونین راحت انجیل بخونین. بعد میبینین که چه آرامشی میگیرین وقتی انجیل میخونین. من خودم یادم وقتی انجیل به من داده بودن شروع کردم به خوندن از یوحنا، از متا خوندم عهد جدیدو، باور بکن دیگه زمین نمیتونستم بذارم این کتابو. همینجوری اینقدر عشق و محبت داشت در این کتاب که منو هی میکشید بره جلو، هی بخونم، هی بخونم اینو. تازه آدم میفهمه که واقعا دین یه رای خدا چیست. اینقدر دیگه گفتیم دین ما رو به بیراه میکشه. هر چیزی که دین میشه دکون بازار میشه، هر چیزی که دین میشه میاد رو سیاست، روی کلک. بس هموطن من، امروز به عیسی مسیح ایمان بیار تا از زندگی گناه آلود نجات پیدا بکنی و آرامش الهی خداوند رو بگیری. امروز بگوی عیسی مسیح، اینایی که این همه روی تلویزیون ها میگن تو کی هستی؟ واقعا کیستی؟ میخوام تو رو بشناسم. امروز به زندگیم وارد شو، بر قلبم وارد شو. همچنین که خودت گفتی پشت در قلبت استادم و در میزنم، وارد قلبم شو و بیا رهنمای زندگیم باش، خداوند زندگیم باش تا من آزاد بشم. هر که به خون عیسی مسیح امروز ایمان بیاره از تمام گناهان پاک میشه و آزاد میشه، رای حقیقت و زندگی رو پیدا میکنه. شما رو به خدا میسپرم تا هفته دیگر، بدرود تا درود دیگر. مرسی که ما رو نگاه کردید.